سنگ یک تیکه 25 تونی هستش که همون نو سنگی هستش که توی ساخت تخت جمشید ازش استفاده کردن، دروازه ملل تخت جمشیده. و بریم داخل، اول آشپزخونه رو بگیریم. یه بریم داخل. چقدر آشپزخونه تمیز و همچین پرنور، پرنوری. هر جا میریم تاریک بابا. خیلی خوش اومدی امیر آقا. بفهمید. به به. بریم سر منقل ببینیم چه خبره. کنارش پوره گذاشتن، سیب زمینی، سالاد سیب زمینیه. بله. دورچینای کباباست، همون به همین شکل میره سر میز. سالن بالا هم به زیبایی سالن پایینه و اینجا موسیقیش هم فرق داره، موسیقی پاپ هستش. کل سالن هم رزروه. الان یه نکته جالب دوستان، اینو مثلا ببینید، کسی که رزرو میکنه اسمش روی میز مینویسن، مثلا آقای فلانی، آقای بهمانی، یا مثلا اینجا دوباره یکی دیگه رزرو کرده اسمش رو نوشتن اینجا گذاشتن روی میزش. بار هم بالاست، این باره. بریم بالکن هم نشون بدم. بیا بیا بالکن. اینم میز ما. متاسفانه دود آزاده اینجا، متاسفانه. این برم که روف گاردنشونه، فضای باز طبقه دو. اینجا رو یه گروهی که ملاحظه میکنید 20 نفرن رزرو کردن اختصاصی برای خودشونه، حالا یه مهمونی مراسمی چیزی نمیدونم، ولی خب اینجا فضای باز، سقفش باز و بسته میشه. و یه نکته مثبت دیگه این که آشپزخونه کاملا جلوی چشم مشتری، یعنی مشتری اونجا نشستن کاملا میبینن که آشپز تمیز هست تمیز نیست. رعایت میکنی استاد؟ خسته نباشید. چقدر سرویس بهداشتیه تمیزی دارن دوستان. وقتی به سرویس بهداشتیشون انقدر میرسن یعنی که همه جا تمیزه. من هنوز آشپزخونه نرفتم ولی مشخصه که آشپزخونه باید خیلی تمیز باشه. اینجا خیلی شیک و خیلی خرج کردن. اندازه فکر کنم یه دونه فسفود کوچولو اینجا خرج کردن فقط در اون دستگاه و تشکیلات و سیستم و آفتابه و اینا. خب چقدر رستورانش باحال، من چقدر حال کردم، فضا و فلان و غذاها خیلی خوشگل. مشکل و امیدوارم که طعمش هم خوب باشه، ولی فکر میکنم که احتمال خیلی بالا طعمش هم خوب باشه. موسیقی هم یه لحظه من خواهش کردم که صداش، چون صدا به صدا نمیرسید، بالا داشتن میزدن. این ور دوستان فسنجون رو داریم، کنارش قرمه سبزی پرلنگ و لعاب و خفن، کنار قرم سبزی زرش پلو و مرغ و به همراه بادمجان سرخ شده و اینا. اینجا لقمه به همراه دورچین و این هم که سینی سردستشونه که برای 4-5 نفر قیمتش هم فکر کنم 1200-300 باشه. اونجا هم که میگو پلو، کنارش هم که سیبزنی سرخ کرده تنوری به همراه سس مخصوص. و چه نوشیدنی های باحالی هم داره، نوشیدنی ها خفنه. غذاش چقدر خوشمزه بود، هم میگو پلو، اول زرش پلو و مرغ، بعد اون دست قجری که چقدر خوشمزه بود، زرش پلو مرغش هم عالی بودش و میگوش هم خیلی خوشمزه بود، دقیقا همون جوری که انتظار داشتم. پیشا پیش اگر اومدین اینجا نوشه جونتون، خیلی حال میکنید با اینجا. هم فضاش خوبه، هم ببین اصلا هم پر مهمون و فلان و همین جوری هی داره رزرو میره و میاد و مراسم و من نمیدونم چه خبر اینجا با من. خبریه به خاطر